برو طالب بکن. نیمه های شب جمعه لیسی افغان ترک در شهر مزار صدای داد و فریاد دانش آموزان دختر به گوش می‌رسد. هرچند تصاویر روشن نیست، اما احتمالاً نظامیان با یک شبیخون وارد مکتب دخترانه افغان ترک مزار شده. در میان صدای دانش آموزان صدای شلیک نیز شنیده می‌شود. صداهاییست که انگار آموزگاران این مکاتب از سوی پلیس دست بند زده می‌شوند، زیرا فرمانده پلیس را هم دشنام می‌دهند. صبح روز جمعه تصاویر از لاتوکوب آموزگاران حکایت می‌کند و صدای پرخاشگری با طرفی که در این تصویر معلوم نیست. بالا یک چند اسکر از سر دیوار انداختن داخل مکتب شدن و میخواستن که دروازه رو بالت بازده نشده و واسه کنن. بینیم کنم اصلاحی که داشتن در مکتب داخل شدن از زورشان زیاد استفاده کردن. ما زیاد کوشش کردیم که نمانه نشانه، اما بازم از در پایین آمدن زیاد رو تکوب کردن و استادار شاگرداره. دختران در گوشی های همراهشان فیلم های کوتاهی که به درستی معلوم نمی شود را برداشته و ادعا دارند که پلیس به لباس و لوازم دختران دست زده. الماری های دختران کلش وا کردن، با وجودی که باید هیچ دست نمی کردن، حداقل از غیرت افغانیشان استفاده می کردن. اینجا در غرب افغانستان، هرات، پلیس ساعت 6 بامداد وارد مکاتب افغان ترک در این ولایت شدند. دو تصویر جداگانه قضیه هرات را با بلخ متفاوت می سازد. حضور والی جدید هرات در نخستین روز کاریش با پلیس در این مکتب ها و اهدای گل از سوی دانش آموزان و قطعه زود شورش که مکتب افغان ترک را محاصره کرده. پلیس ها بیامدم، همه بیامدن یک دفعه حمله کردن، ما اصلا از هیچ خبر نداشتیم. یک دفعه بیامدن ما رو بیرو کردن، هرچی میگن یک دقیقه صبر کنین، یک مکتوبی شما به ما نشوندیم، اینجا خونه مانه. خودی مشت بود، لغت بود، یک دنده داخل مکتب، داخل باغچه بود، اور ورداشتن، حتی بشکسته همو که دخترها چند تار زدن خودی از او. در هر دو ولایت پلیس متهم به بدرفتاری و لاتکوب دانش آموزان و آموزگاران این مکاتب شده. یک دفعه یکیش لط کرده داخل میکنند، یکیش لط کرده خارج میکنند، با وجود که دختر هستیم با وجود از اون لط میکنند، استرازی میکنند. قنت غیر قانونی بیامدن، یک دفعه ما رو میتمه زده، ما شاگردیم نمیفهمیم، سر روی ما تاثیر میگذاره، ما کنکوریم، ما درس داریم، لوکه کتاب هم به لیلیه، من خود من ولایت و مادر بابا ندارم، مادر من ولایت، همه چی کار کنم؟ در بلخ و هرات هیچ مقام مسئول در این مورد با رسانه ها چیزی نگفتند. وزارت داخله میگوید این رویدادها بررسی جدی میشه. از دو سال می شود که برنامه انتقال مکتب های افغان ترک در سراسر کشور به بنیاد معارف ترکیه روی دست گرفته شده و مسئولان و خانواده های دانش آموزان این مکتب ها مخالفت جدی با این اقدام حکومت دارند.